به نام خدا، قسمت 13 فکر کنم از بحث برنامه‌نویسی تحت وب، آموزش مقدماتی HTML رو هست در خدمت هستیم. مباحث WTA Schools رو داریم آموزش میدیم و رسیدیم به HTML Classes. یک اتریبیوتی هست که استفاده میشه کلاس. ببینید اگه بخوام خوب نگاه بکنیم به این، یعنی چیزایی که یک ویژگی خاصی رو دارن و استفاده از کلاس استفاده میکنیم. اینجا رو نگاه بکنید، این مثال رو هد داخل استایل تعریف کرده، سایت مثلا اومده بکگراند کالر و کالر مارجین پدین رو تعریف کرده. بذاریم من رو کپی بگیرم، اسمش کلیک بکنیم که بیاره چه خوبیه. کلاس ها رو میبینید، مثل کلاس هایی که وجود داره از اینجا یه بار نگاه بکنیم. دایب گفته کلاس سیتیز، بعد مثلا گفته دایب کلاس تعریف که بینید کلاس ها کجا تعریف شده، اینجا گفته سیتیز. بکگراند کالرش بلکه، کالرش وایته، مرجینش 20 پیکسل، پادینش هم 20 پیکسل. بعد اومده اینجا دایو رو به این صورت تعریف کرده، گفته که مثلا از کلاس سیتیز، یکی دایران سیتیز، اینم از دایو چیه سیتیز بیا پیروی بکن. حالا بیایم مثال بعدی ببینیم. اینجا اگه دقت بکنی یک کلاس اومده در نظر گرفته، کلاس نوت که کلاس نوت از اسفان اومده گرفتتش. خب اینم من باز بکنم که داخل کلاس نوت گفته فونت سایز 120 درصد باشه و کالرش هم رد باشه. ببینید این همون کلاس رو که سیتیز رو در نظر، کلاس سیتیز. مثلا من یک کلاس دیگه بخوام در نظر بگیرم، مثلا به جای سیتی بگیم کانتریز. خب بکگراندشو بذارم بلو. میتونیم شماره هم بذاریم دیگه، قبلا رنگ ها رو صحبت کنیم. کالرش هم بذاریم چیه، یلو. خب اینو بذاریم که سیتی باشه، مثلا کانتری. ببینید از کلاس کانتری ما چیکار کرد، استفاده کرد. یکی مثال رو ببینیم، برای اسفان گفته فونت سایزش 120 درصد، بدم چی باشه، کالر باشه. حالا
این یه بار اسفند آورده داخل اچیک گذاشته، میبینی رنگش قرمز رنگ شده و 120 درصد به نسبت این رنگ 100 درصد 120 درصد شده. یه بار آمده اسفند داخلش گذاشته داخل پی گذاشته نسبت به پی 120 درصد شده و رنگش هم قرمز رنگ. یعنی علاوه که ویژگی های تگ پدر رو داره، تگاه دیگر هم چیه اصطلاحا رعایت کرده. میگیم که ده گفته که ده کلاس ها ده can be used on any HTML element. گفته تو هر تگ HTML میتونه استفاده بشه. با اسم کلاس هم case sensitive یعنی نسبت به حروف بزرگ کوچیک حساس هستش و نمیتونه تغییرات وقتی نسبت بگیم اسم حروف بزرگ کوچیک حساسه یعنی نمیتونیم جا به جا بکنیم. این مثال رو هم ببینیم با هم دیگه. خب چندین کلاس داشته باشه، ما چندین کلاس رو هم مثال زدیم، تقریبا مثالی که گفتیم دو تا کلاس داشته خاطرتون باشه، لزوم نداره که حتما یک کلاس داشته باشم. different tag can share same کلاس، یعنی مثلا چند تا تگ، مثلا تگ h2 با تگ p جفتشون از کلاس city دارن استفاده میکنن. و کلاس اتیبیلی کلاس تو جاوا اسکریپت هم میشه استفاده کرد که یه مثال از جاوا اسکریپت هم داریم مثلا با هم ببینیم. خب مثال همونو ببینیم به ترتیب. خب این چیه؟ بکران کالرش رو تو میتو بودشه، اینه وایت بودشه و اینم در پیکسل که مثال رو قبلا دیدیم دیگه. اومده در داخل تگ H2، تگ H2 و تگ H2 من رو کرده استفاده کرده. حالا من به جای تگ H2 سه تا تگ H2 که حتی تو مثال قبلی ما توی دایو استفاده شده، من حالا اینو میام داخل چی استفاده میکنم؟ داخل P استفاده میکنم. اجراش بخونیم. ببینید اون پاراگراف هم به همون کلاسیه تغییر وضعیت داد. کلاس میگه که سنسیتیو، یعنی مثلا اگه سیتی، حالا سیتی مثلا من سیتی رو با سی بزرگ بنویسم اینجا ببینم انجام میشه یا نه. یادتون باشه HTML case sensitive نبود، HTML case sensitive نبود، ولی نام کلاس این سیتی رو با سی بزرگ نوشیم دیگه نشناختتش دیگه، چی این توکیو رو نشناخت، ولی با سی کوچیک case sensitive، بس نام کلاس رو case sensitive نوشیم. خب یه دونه سیتی داریم یه دونه مینه، دوتا کلاس های کلاس سیتی با کلاس چی؟ کلاس مین. کلاس هم داخل استایل نمیشه دیگه. و این سیتی اولی رو لندن داخل کلاس سیتی مین نوشه. خب دومی رو در داخل سیتی گذاشه. این که مین باشه داخل سنتر قرار میگیره. خب دقیق بکنید که وقتی این لندن رو هم سیتی داره استفاده میکنه هم چی داره استفاده میکنه؟ هم مین. سیتی گفته که تومیتو باشه رنگش، وایت باشه رنگش و پدیمش ده پیکسل باشه. داخل مین گفتیم که وسط قرار بگیره، یعنی دوتا کلاس که اماده نمیشه کلاسورم با اسپیش شد. پس من دو تا اسم کلاس میتونم بیزنگی هر دوتا رو میتونم
استفاده بکنه. و توی بعدی این هم خودمون تست کردیم دیگه، H2 و P جفتشون از کلاس سیتی دارن استفاده میکنن که ویژگی ها توشون اعمال میشه. و آخری از یه جاواسکریپت، یه مثال جاواسکریپت داری اومده در داخل یه اسکریپت اومده نوشه، گفته باتن، گفته باتن آن کلیکش بشه مای فانکشن، یعنی وارد مای فانکشن بشه، هاید الیمنت این مترشه. بعد حالا این از کلاس سیتی رو استفاده میکنه، کلاس سیتی ببینیم چجوریه. داخل سیب نوشه فانکشن مای فانکشن document.getElement کلاس نیم سیتیه. خب آی از صفر تا اندازه ایکس بیار x.sl.displayشه چی قرار میده؟ نان قرار بده. از یه جاواسکریپت استفاده میکنه برای اینکه تغییرات خودش رو اعمال بکنه. اینجا مثلا سیتی رو سی بزرگ بزنیم که سنسیتیو بگیر خاطرتون هست، ببینید چه اتفاقی میفته. این کلاس رو عبور نمی کنم. حتی اینجا باید باتن رو بزنیم. من معذرت میخواستم، حواسم نیست. الان کار نمی کنه. چرا؟ چون وقتی باتن رو میزنیم، چون وقتی باتن رو میزنیم چیه؟ کار نمی کنه. خب وقتی باتن رو میزنیم، چون که سیتی رو با سی کوچیک رو بنویسیم که کلاس رو رعایت بشه. بعد حالا باتن رو میزنم. الان باتنی که زدم تغییر کرد. داخل باتن چی گفته؟ گفته وقتی این کلیک میکنیم، آن کلیکش که تابع مای فانکشن، این تابع مای فانکشن میاد چیکار میکنه؟ میاد یه آرایه میسازه. آرایه ما چی هستش؟ get element by class name، یعنی اونایی که کلاس نیمشون چیه؟ سیتی. همه رو میزه داخل ایکس. خب آی از صفر تا طول ایکس سه تا هستش، میاد xi.sl.display همه شون چی قرار میده؟ مساوی نام قبلی از اون حالت که داشت که در نظر گرفته بود خارج میشه که تگ اشتو بود. خاطرتون هست مثلا اینو بنویسیم تگ اچیه. بریم تگ اچیه که حالی وقتی هاید الیمنت رو میزنیم همه چی، همه ویژگی ها رو بیتر از بین میرن. خب کلاس هم که خدمتون هست.